فعلا همکارای ما اجمل جان، فیصل جان و دیگه همکارا رفتن، تبدلی است به خاطر جسد سخی جان نمونجا رفتن. خب در گذشتی غلام سخی حقیقت چیست؟ آیا واقعا غلام سخی وفات کرده است؟ در یکی از برنامه های چینل کابل لاورز ویدیوی را منتشر کرده هنگ غلام سخی وفات کرده است. سلام بیننده های عزیز، امید سر کجایی که هستین شاد و سر حال باشید. لطفا قبل از ادامه این ویدیو چینل ما را سابسکرایب کنید تا بیننده ویدیوهای جدید ما نیز باشید. غلام سخی با حرفهای زیبا و جالبش جلب توجه عامه شد و سال گذشته اجمل حقیقی غلام سخی را به خاطر تداوی به خانه خود برد و در چینل یوتیوبش با غلام سخی برنامه می ساخت، تا اینکه یک اشتباه غلام سخی باعث زندانی شدن اجمل حقیقی و تیمش شد و غلام سخی بالاخره بعد از چند ماه از زندان آزاد شد و چند یوتیوبر او را با خود بردند و تا به امکنون نزد آنها است و با هر نوعی که می خواهند از غلام سخی استفاده می کنند و با وی برنامه می سازند. اما ویدیوی تازه آنها با واکنش های زیادی از مردم روبرو شده است. قسمتی از آن برنامه را ببینید. حقیقت را براتون بگویم. بیننده های عزیز، ناگزیر هستیم که حقیقت براتون بگویم. تمام میشه لالان سخی. فعلا همکارای ما اجمل جان، فیصل جان و دیگه همکارا رفتن، تبدلی است به خاطر جسد سخی جان نمونجا رفتن. خب به هر صورتش خیلی سخت است. قسمی که دیدین میگویند که غلام سخی وفات کرده است و قسمی اشک میریزند و جگرخونی میکنند که انگار واقعیت است و با این خبر امرا ناراحت ساختند. در آغاز خودم باور کردم که غلام سخی درگذشته است، اما زمانی که برنامه کاملشان رو دیدم حقیقت نبود و این کارشان فقط به خاطر جلب توجه مردم بود تا پول بیشتر به دست بیاورند و بیننده بیشتر بگیرند. غلام سخی کسی است که با حرفهایش همیشه در لبان عامه خنده به ارمغان میآورد و مردم او را دوست دارند، اما این اشخاص به هر گونه‌ای که دلشان میخواهد از وی سوء استفاده میکنند. زمانی که نزدی اجمل حقیقی بود، مردم بالای اجمل حقیقی انتقاد می کردند و می گفتند که اجمل حقیقی از غلام سخی سوء استفاده می کرد. اما در اصل اجمل حقیقی بود که برای اولین بار غلام سخی را از روی سرک ها نجات داد و به خانه اش برد، برایش نان و جای داد و هیچ شخص دیگری حاضر به این کار نبود. و از زمانی که غلام سخی به شهرتی زیاد رسید، اما سعی کردند بالای اجمل حقیقی تومت ببندند و اما کنون استفاده سورا این یوتیوبران میکنند که فقط به فکر پول هستند، نه به فکر صحتمندی غلام سخی. من دقیق باید دارم روزهای اولی را که غلام سخی کمی به شهرت رسیده بود و یوتیوبران غلام سخی را برای ثبت چند برنامه با خود می بردند و بعد از اینکه کارشان تمام می شد دوباره در روی سرک ها او را رها می کردند و تنها شخصی که حاضر بود غلام سخی را کمک کند اجمل حقیقی بود و بس. پس امیدوار هستیم که از این کارهایشان دست بکشند، از غلام سخی سوء استفاده نکنند و با برنامه های دروغ مردم را ناراحت نکنند.